همراهشیم با همکارم علیرضا محبی از ملبورن استرالیا. علیرضا، برامون از جزئیات و امکان درخواست ویزای دائم برای این نزدیک به 20,000 پناهنده بگو و اینکه با انتقاداتی هم مواجه شده. آزاده، دولت فدرال استرالیا به رهبری آقای آنتونی آلبانیزی دیشب یک شنبه اعلام کرد که از امروز دوشنبه 13 فوریه برابر با 24 بهمن ماه کسانی که دارای ویزای حمایتی موقت TPV و ویزای پناهگاه امشف دارند واجد شرایط برای درخواست ویزای دائمی اقامت استرالیا Resolution of Status ROS هستند. این اقدام بخشی از وعده انتخاباتی حزب چپ میانه به رهبری آقای آلبانیزی بود. در جریان انتخابات سال گذشته میلادی آقای اندرو جایلز وزیر مهاجرت استرالیا گفته که بی‌معنی است افرادی که کار میکنند و مالیات میدن در بلا تکلیفی نگه داشته بشن. افراد بعد از گرفتن ویزای جدید مزایا و امتیازات دارندگان ویزای دائم رو خواهند داشت، میتونن از دریافت های تامین اجتماعی سوشال ولفر استفاده بکنن، دسترسی به خدمات بهداشتی و کمک هایی برای بحث آموزش عالی داشته باشن و اینکه اگر شرایط لازم رو برای شهروند داشتن اون وقت میتونن اقدام بکنن و حتی خانواده هاشون رو برای آوردن به استرالیا حمایت مالی بکنن. این تغییر برای افراد و اون دسته از پناهندگانی اعمال میشه که پیش از شروع عملیات حفاظت از مرزهای استرالیا در سال 2013 میلادی به استرالیا اومده باشن یا دارای ویزای حفاظت موقت یا پناهگاه امن تا 14 فوریه 2023 باشن یا برای اون درخواست داده باشن. حدود 5000 درخواست برای ویزای حفاظت موقت و پناهگاه امن داده شده که در روند بررسی قضایی هستش و اگر موفق بشه وارد این مرحله میشه. حدود 2500 نفر هم ویزاشون رد شده که دیگه امکان نداره وارد این مرحله بشن. البته این تصمیم با انتقادات مخالفان هم روبرو شده و گفتن که ممکنه نگرانی‌ها در خصوص فرصت برای قاچاقچیان برای آوردن قایق‌ها به استرالیا هم به وجود بیاره.